شماری از مسئولان امارت اسلامی در مراسم نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه میگویند که شرایط لازم برای سرمایه گذاران در کشور فراهم شدند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند در بخش‌های استخراج معادن، زراعت و انرژی سرمایه گذاری کنند. تمام زمین‌های بایر که در افغانستان وجود دارد، تاجرای ملی و بین المللی، هر کس که می خواهد سرمایه گذاری بکند بیایند سرمایه گذاری بکنند، ما انشاءالله تسهیل میکنیم برایم. وزارت معادن و پترولیم آمار میدهد که در بیش از یک سال گذشته کار استخراج نزدیک به 180 معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده است و اکنون زمینه برای سرمایه گذاری در بخش معادن فراهم شده است. در قانون این است، در اصول معدن وزارت معدن این است که معدن کوچک بغیر از افغان به دیگر کس دادن نمی شود. موجو مرسل رو ولی داداش مشکلات مخونه نیسو چه غز مرد پرمختگ، مرد تجارت، مرد صنعت مخانیسی. در همین حال وزارت صنعت و تجارت تعهد می کند که امارت اسلامی در تلاش است تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود. باید همه ما از تولید داخلی ما تنها به زبان باید به گفتار ما، باید به کردار ما، باید به پولی که می داشته باشیم به او باید حمایت بکنیم. دل مالیه پا گمره که واسطل نور بیستا پا مال کرد پا طول دنیا که دقه سیده هست دقه گرد ورد مالیاتی سیستم خلق پا مشکلاتو که کردی ارزو می دقه ده چه وجه تا جدیس پرشتنه او توجه وسی. این نمایشگاه تا 17 قوس ادامه دارد و در آن بیش از 700 شرکت اشتراک کرده. اشتراک کنندگان این نمایشگاه برگزاری همچون نمایشگاه ها را در بازاریابی فرآورده های داخلی سودمند می دانند. آمنه حکیمی، تولو نیوز، کابل.